Hello, I want to see Colonel. Do you have any telegram? Yes, a secret one. Wait a minute, please. Thank you. بندر بوشهر سال 1296 هجری شمسی. Yes. Follow me, please. Thank you. Ah, Megorich. What is it? Good morning, sir. Come here, please. It is a secret telegram from General for you. Thank you. All right, you can go. Yes, sir. Inshallah که خیر قربان. حتما خیر قربان. اتفاقا مربوط به کار شما میشه آقای رئیس نظمیه که با مخالفت‌های آشوبگران در بوشهر هنوز به نتیجه نرسیدید. شما باید بدونید که برای رسیدن به هدف فقط گام‌های محکم و مطمئن به اضافه مدیریت همراه با خشونت میتونه کارساز باشه. خوب متوجه هستید آقای رئیس نظمیه؟ این کار با شغل قبلی شما خیلی فرق میکنه. شما دیگه سلاخ نیستی. تا حالا یک کلانتر و یک رئیس نظمیه واقعی هستی. سرجنت؟ Yes, sir. بلک لیست پلیز. Yes, sir. Blacklist, sir. Thank you, my dear. لیست سیاه، حضرت اشرف؟ بله، بله. لیست سیاه ثمره زحمات شما و یوسف. و اما اصل مطلب، بنا به دستور جنرال ساکس، فرمانده نیروهای بریتانیا در کوتاه‌الاماره، طی این حکم، بنشینید. دستور دادن کلیه افرادی که اختشاشات اخیر رو دامن زدن و فعالیت‌های خرابکارانه ای رو در بوشهر بر علیه دولت فقیمه بریتانیا و دولت ایران تحریزی کردن و به مرحله اجرا در آوردن و به خصوص کسانی که اعلامیه دادن به اشغال نظامی بوشهر رو محکوم کردن، خلاصه در مورد تمام کسانی که علیه ما توطئه می‌کنن، بایستی اقدامی سریع و قاطع صورت بگیره. قبل از اینکه اقدامات این افراد در بندر ریشه بگیره و تأثیر بگذاره، بایستی فوراً دستگیر بشه. من که قبلا اینو به شما توضیح کرده بودم قربان. نظمیه باید بازداشت این افرادو بین مردم اینطور وانمود کنه که اینها عوامل اصلی گرانی و قحطی در بوشهر هستند. روشن شد؟ کاملا قربان. با دستگیری این افراد خیالمون راحت میشه. این افراد اهداف عملیات بازداشت هستند، به خصوص اون مهدی بهبهانی، کسی که بر علیه منافع دولت من و حفظ امنیت شما در بوشهر توطئه میکنم. خیالتون از بابت مهدی قرص باشه قربان. خواهیم دید. خب یوسف، چی میگی؟ شما با همین تعلیمی به من فرمون بدین، امرتون اجرا خواهد شد قربان. ذره‌ای بی احتیاطی نباید صورت بگیره. حتی اگر مجبور به دخالت دادن نیروهای کنسولگری بریتانیا بشیم. از ضمن دستور میدم آدودانم سرجانت هاکمن در این عملیات با شما همراه باشن تا بتونید از تجربیاتش استفاده کنید. بله. خوشبخت بشی دخترم. انشاءالله قبل از این که عروس به دلبار ببری از شر اجنبی خلاص بشه.
دهنه چیز شیرین کنید. بفرمید. 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 دهنه چیز شیرین کنید. بس شما درده کنید. ممنون. شرمه درده کنید. بفرمید. 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 دهنه چیز شیرین کنید. بفرمید. موشه جان. بفرمید. بفرمایی ناخد از شیرینی بخوریم یا خجاله خجالت اختیار داری بابا اگه بچه های خوبی باشی میخوام بهتون شیرینی بدم بیا این مال تو اینم مال تو اینم مال تو نه این مال من خوشمرده، بیمال تو، بیا 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 بگی 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 I'll just on the roof. Another stay here. You follow me. بسه دیگه. گفتم بسه. پاشین برین. جمعش کنید بساطتونو. عروسی بی عروسی. گم شد. پاشو. جمعش کنید. همه ساکت باشن. با من بیاین. جمعش کنید. پاشین بریم پیکارتون. مهدی، سب کن، تو نرو جلو. چرا؟ برای گرفتن تو اومدن، نباید بمونی، برو. آقا مهدی، نظمی یا چی ها مجلس رو به هم ریختن. دارم میان این کنم. اوندن عاقلانه نیست، برو. سوکرونی بس دیگه، جمعش کنید. پاشین، جمعش کنید، بساط عروسیت رو جمع کنید. مهدی، برو، ما جلوش رو میگیریم. آره مهدی، برو. برو. میخوام که بری. برو مهدی. برو. کجا؟ برو تنها. گوشی بستن برو. سرکنی کاری کنی در گیره رو سکنی. نزدی کار بگم مغزت رو داغون کنم. دوماد بعد اون طرف باشه. بیاین. گوشین کنار. آروم باشین. صداتون هم در نیاد. خیلی خوب. هر دو اجازه تیراندازی دارین. نه ایستاد بزنینش. برین. باز داشته. بیا. زدمش. دیوار جنوبی شما پیاده شین بریم پای دیوار شمالی پیاده شین اجاره کنین
موج دستگیری های داخل شهر داره روز به روز بیشتر میشه. موافق باشی از وضعی که پیش اومده خبری برای رئیس علی ببریم؟ باید خبر گسترش مبارزه رو تو بوشهر براش ببریم که تشویق بشه حملش رو به بوشهر تدارک ببینه. ردتو پیدا کردم. دوباره من اومدم. تو برو، برو به دروان، برو. نه، من نمیرم. تو بهتره بری به دروان. نه، باید باشم. این دفعه با حاجی دهدشتی پیشنهاد میکنم که مبارزه مسلحانه باشه. فقط باید از دلواری ها اسرع بگیریم. برو. دربخاک کجاست؟ تو کدوم کشتی کار میکنه؟ معلوم میشه اسم تو هم جزو توقیفی هاست. پس عجله کن، برو به دروان، برو. اصلا فراموشت نشه. سلام علیکم. حاج آقا تشریف دارن؟ بله، بفرمایید. با اجازه. بفرمایید. ممنونم. سلام علیکم. خوش آمدید. سلام حاج آقا. خیلی خوش آمدید. سلامت باشین. امروز میخواستم برای تبریک عروسی خدمت برسم و راضی نبودم اینطور شما رو غمگین ببینم. نه، به هیچ وجه غمگین نیستم. مهدی یک مبارزه و من از روزی که اونو به دامادی قبول کردم از همون دقیقه اول میدونستم که دخترم و من و خانوادم یک مبارز دلواری خستگی ناپذیر رو به جمع خودمون آوردیم. ولی باید خیلی احتیاط کنید. حتما به دلوار رفته. نمیدونم. شکی نیست که دلوار براش از بوشهر امن‌تره. میدونین که اوضاع از چه قراره. اما اگه در بوشهر مونده باشه باید خیلی مواظب باشه. بره یه جایی که زن مفتش ها و نظمیتی ها رو جلب نکنه. مثلا همینجا تو منزل خودتون امتر نبود؟ اینجا که حتما زیر نظره. منزل زنشه. اتفاقا اگه بتونه بیاد اینجا کسی زنش نمیبره که به منزل پدر زنش اومده باشه. بعید میدونم این طرف ها اومده باشه. فکر میکنی کجای بوشهر براش امنه که بتونه اونجا در امان باشه؟ والا چه عرض کنم؟ نمیدونم. میگم که آجا فکر نمیکنیم با موافقت با این ازدواج ستاره رو به سرنوشت غم‌انگیزی دچار کردیم؟ واقعیتش رو بخواین موافقت دخترمو ارجح دونستم و خودم هم افتخارم اینه که دامادم مهدی دوست و همسنگر رئیس علی دلواریه و این نه تنها افتخار منه بلکه افتخار تمام فامیلم و افتخار دخترمه. دخترم با یک مرد ازدواج کرده، مردی که همراه مردم خیال داره دست ظلم و جور اجنبی رو از این آب و خاک کوتاه کنه.
سلام. سلام. دیشب تو حالا هزار جور فکر کردم. تا صبح چشمام به در بود تا ببینم کسی رو میفرستی که جمال خبر آورد بیام اینجا. شاید بیای. که اومدی. از عروسی با من پشیمون نیستی ستاره. تازه عروسی که اول زندگیش اینطور شروع شد. حتی اگه پیشم نباشی اما به یاد تو باشم و با خیال تو تا آخر عمر زنده باشم راضیم. این حرفا با این روحیه تو به هم قوت قلب میده. میترسم، خیلی میترسم. آخه شهر شده آقا مهدی و آقا مهدی شده بوشهر برای مردم. راستی دیشب بعد از اینکه مجلس عروسی رو به هم ریختن و مأیوس رفتن، میریزن تو محله دهدشتی و بعدش هم تو سنگی بگیر ببند را میندازن. کلانتر و انگلیسا کاری کردن که کافر با دشمنش نکرده. خب ترس منم از همینه، دلنگرونم. تو باید خیلی گلستر و استوارتر از اینا باشی ستاره. اینا میخوان از مردم زرچشم بگیرن. تو نباید از زرچشم اونا دلنگرون باشی. پس به هم بگو که هوای خودتو داری. حتما. خدا حافظ. شده رفته تو زمین. برو کنار. حتما رفته. سلام. سلام. کجایی تو؟ آب آوردم. بابا تو هستش نیم. عوضش کن که مشک پر رو برو. برو. بار زودتر خالیشون کن تا سرس دارم. دارم میرم اگه. کجا گتنو؟ مگه نمیبینی؟ زهر ما رو بردن. زهر ما رو بردن؟ آره. پس برو دکل. تو هم دستور میدی حالا. برو دکل. اینجا همه واسه ما آدم شدن. این مفنگی هم آدم شدن. آگارو یکم از اون زهره ما رو برای من نگهدار کرده. مثل اینکه اینجا بیکاره زیاد داریم. برو آب و خالی کن. گتانو داری میاد. نامه رو حاضر کن. کیه داره ناله میکنه؟ عبدالرسول چوبکه. مواظب باش. اومد. توی مثل اینکه یه چیزیت میشه تنت میخوره مفنگیاره؟ نه گیتانو اکوره در نرو. ما با هم رفیقیم. اینجوری نگاه نکرده های زاره تره کم کرده های به مزه پخش نکن. بی مزه بذار آب خالی کنم. کتی کتی رو تو کم میکنی یا بزنم یا تو پارت کنم. نه 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 باقری نرنگی. آمدی مهدی جان، چشم دل ما رو روشن کردی. اختیار دارید. بشین. بفرمایید.
شکر خدا که مهدی ما سالم و برقراره، دنیا به کام شیرین باشه. دیروز که وی وی چه کردی مرد، رو بوشهر غرور پاشیدی. اینم بدون که تا سال قیامت مجلس عروسیت نقل بوشهر و بوشهریا میشه. محفظ دست در نکنه بسرم. ممنون. تا به حال چند نفر از زهرا رو دستگیر کردن که زهر چشم میدن. حتما این بگیر و ببند و به اینجا ختم نمیشه حاجی. باید مبارزه مسلحانه شروع بشه. آقا مهدی، میدونیم این روزا سکه رایج بازار دروغه. در آوردن که میخوان با این بیگیر و ببندا عامل گرونی رو قلقم کنن. فکر میکنید با این دروغا اعتراض مردم میخوابه؟ البته خودشون بهتر از همه میدونن که مردم به سطوع آمدن و جونشون به لبشون رسیده. حاجی، باید دست به اسلحه برد. خب ترس اینام از همینه. حاج آقا، دیشب دوروبر خونه شما هم که اومده بودن. خودشون معطل کردن. میگم که حاجی، کار فشنگا به کجا رسیده؟ باید خیلی تعجیل کرد. تو این شلوغیا و اوضای اخیر انگلیسا 4 تا قراب و مأمور کردن تا سر تا سر خلیج فارس رو بگردن که اسلحه به دست ایرانیان نرسه. بالاخره چی؟ فشنگا رسید؟ بله، از دلوار. آری شد. آقا مهدی بگو برات یه مغازه پیجور بشه. تمام بازاریا میشناسنش، حرفش هم میخونن، هیچ کس جواب رد بهش نمیده. تو فقط بهش بگو منو دست کم نگیر زبیده، من هنوز همون ناخدا زاغی هستم. کمپلت رهنومه ها رو حفظن، رهنومه خلیج فارس و عمان و بحر بزرگ هند، همه جا میرفتم. بی رهنومه از بوشهر میرفتم تا اسکله بصره، از مسقط میامدم بحرین، از قطیف و سهار تا خود بمبی یک نفس میروندم. وقتی سکان غرابو میگرفتم دستام قطر نما بود و چشمام چراغ علامت دریا. عمری با دریا انس داشتم، جام توی دریا بود. حالا چشمی که کارش سوراخ کردن تاریکیه چه به درد خشکی میخوره. این گوشی که فقط باید صدای موج و فریاد جاشو رو از تو دل دریا بشنفه چه به درد دکون بازار میخوره. والا من نمیفهمم تو چی حفظی و چی حفظ نیستی. فقط میدونم که این طریقش نیست. تو خونه نشین شدی مرد، خونه نشین، میفهمی؟ از سر رام برو کنار. چی میخوای؟ آج قاسمو بگو بیاد دم در. چی کارش دارین؟ برو کنار. پرسیدم چی کار دارین؟ از سر رام برو کنار. نمیرم، نمیرم. فلش یاید. چه خبره؟ برین تو. مردی که یه اجنبی بی احترامی به دختر من. قتل. شما خیال کردی کی هستی؟ هنی برای چی وارد خونه من شدی؟ قتل. چی میخواین از جونه با سر با کنش؟ بیل کنیم بابا. بس سر ما برداریم. برای چی وارد خونه من شدی؟ دلم کنی نشدی؟ دست تو بکش. بیا شروع. دلم کنی. دلم کن. بیل کنیم بابا ما. مخیال کردی کی هستی؟ دلم کنیم. دلم چرا باشدین؟ نگیرینش. بلم کنیم. بلم کنیم. بلم کنیم. بلم کنیم. بلم کنیم. بابا چی کار دارم؟ بلمش. سب کنیم. نه. سب کنیم. کجا میبرینش؟ کجا میبرینش؟ کجا میبرینش؟ بابا کجا میبرین بابا؟ بابا کجا میبرین کافرا؟ کجا میبرینش؟ کجا میبرین بابا؟ بابا کاری نداریم. میبریمش نسمیه برای چند تا سال. همین. بله خواب. برین تو. برین تو. نبرینش. نه بابا نبرینش. کجا میبرینش؟ نه. Thank you.
تونتر تونتر بریم پی کارتون. گم شید گم شید تونتر گم شید. حقوق و مزایا میدیم و تو هر غلطی که دلت میخواد توی بازار میکنی، همینطور برای خودت میچری و هیچ مسئولیتی نداری. ها قربان قربان توجه دارید؟ قربان قربان چند تا نظامی ارتش امپراتوری انگلیس رو توی این شهر خراب شده اونم در زمان حکومت نظامی کشتن. پس گزارش شما کو؟ کی کشته؟ اینا کی و کجا هستن؟ این از تو خبرچین نزبیه؟ اونم از رئیس نزبیه. اینطور که شما دارین پیش میرین یکی از همین روزها رئیس نزبیه رم قطعا توی کوچه با تیر میزنن. مگر اینکه شما اونها رو بترسونید، باید از مردم زهر چشم گرفت. باید بفهمن که هیچ خلافی بدون مجازات نمیمونه. یک نفر باید قربانی بشه تا بقیه حساب کارشون رو بکنن. بابا کجا؟ بابا ایشونه داره میمیره. درش بریه داره کناره 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 کشش He died. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Soldiers, let's go. Let's go. Soldiers. لفظ نکرد. انا لله و انا الیه راجعون.
پدرم، پدرم، ای پدرم، ای پدرم، ای پدرم، ای پدرم، ای پدرم، سلام، سلام خانم. بفرمایید، محمد حسین آقا. یا الله، برای عرض تسلیت و امر مهم میخدمت زحمت کشیدیم، مادر پذیرایی کن. نه زحمت نکشیم، وقت تنگه. عرض مهم میداشتم که باید خدمتتون عرض کنم و فلفور مرخص بشن. خیر انشالله. راجع به ستاره خانومه، امروز از یک منبع موثق در بازار که از اتفاقات قنسولخانه و نظمیه مطلع است شنیدم که تصمیم گرفتن ستاره خانمو به جرم توهین به دولت انگلیس و ایران و همکاری با شوهرشون که از سرکردگان آشوب طلبانه و در نتیجه خودشون هم جزو اونا محسوب میشن دستگیر و محاکمه کنن. حکم توقیفشون هم صادر شده. میخوان شما رو فدای زهره چشم گرفتن از دیگران بکنن. باید بدون فوت وقت شاید هم همین اساسه فکری بکنی. محل زندگیتون رو تغییر بدین. یا آقا مهتی رو در جریان بذارین که وسیله سفر ستاره خانم رو به دلوار مهیا کنن. چون موندن ایشون در اینجا سبب میشه که بدون هیچ مشکلی بریزن تو خونه و توقیفشون کنن. من وظیفه داشتم به اطلاعتون برسونم. باقیش دیگه به خودتون مربوطه. با عرض معذرت، موندن منم بیش از این در اینجا جایز نیست. با اجازه خانم، انشالله که همگی سالم و تندرست باشید. لطفتون باید. لباس سیاه، عروس سیاه پوش، منم که تو رو به این هیئت درآوردم. رنگ سیاه و اندوه هم به تو برازنده است. باورم نمیشه که به این زودی تو رو در لباس سوگواری ببینم. پیرهن تو هم به رنگ شبه باکی نیست. شاید چنین سرنوشتی برای هر کدوم از ما دیر یا زود پیش بیاد. اومدم که بریم. کجا؟ دلوار. این موقع شب؟ پس راسته، تو هم خبر داری که میخوان منم دستگیر کنن. بالاخره دخترم پدر و همسر منی. برای همینم منو همدست و شریک جرم شما میدونن. حتی حکم توقیفم هم صادر کردن. جمال اومد و گفت که محمد حسین این خبر آورده. بذارین خبر تحقق پیدا کنه تا ثابت بشه منم مثل تو و پدرم و دیگرونم. کی؟ میگه محمد حسینم. حتما خبر جدیدتری آورده. آشناس، در باز کن. خوبه. بی سر و صدا برو. هیچ کس از چشم تکون نخوره. استاپ. بخواب زمین.
چه عجب، افتخار دیدارت نائل شدیم مهدی خان، دوست رئیس علی. بنشین مهدی خان. مأمورین ما از شما خیلی گله دارن، گویا چند روزی اونها رو توی کوچه ها سرگردون کردی. شما بوشهری ها که به مهمون نوازی شهره بودیم، بعد از اون حمله 1000 نفری که به اشتراک رئیس علی، زائر حضر و چاه کوتاهی ها و دشتستانی ها به ما کردید، گویا دیگه زیاد با هم نیستید، درسته؟ از رئیس علی چه خبر؟ او بله، اومده بودید عروسی کنید و از دلوار و رئیس علی بی خبر موندید. ببخشید که در عروسیتون مزاحمت ایجاد شد، دستور بود، مأمور معذوره. راستی مهدی خان، در اون حمله جز شکست چی آیدتون شد که هنوز دست بر نمیدارید؟ شکست؟ کدوم شکست؟ آن حمله که شما میفرمایید، در اون حمله عشایر با اسلحه کم و بعضیا با خنجر و سنگ و چوب و چماق به جنگ اومده بودن. شما هم توپ مسلسل داشتی، تلفاتتونم کم نبود. ما هم فقط عقب نشینی تاکتیکی کردیم. چرا شما از حمله ای که به انتقام انهدام نخلستان ها به سرداری رئیس علی انجام شد که به شکست کامل شما منجر شد چیزی نمیگین؟ جناب کلنل تریور، ارکان حزب بریتانیا به دروغ تلفات انگلیس ها رو رسماً 150 نفر اعلام کرد، که البته چنانچه خودتون مسبوق هستید تعدادشون بیش از اینا بوده. اون چه که اعلام شده درسته، تلفاتمون 150 نفر بود. البته مقدار زیادی اسلحه و مهمات هم به جا گذاشتیم که شماها به غنیمت بردید. دوست آلمانی شما هم هر واسموس که شماها رو تحریک کرده بود به ما حمله بکنید، شکست ما رو، شکست اهریمن بدسرشت اون در مقابل عساکر ملی اسلامی توصیف فرمودن. ولی بالاخره میبینید که ما اینجا حضور داریم. ما به دستور واسموس آلمانی یا هر خارجی دیگه نمی جنگیدیم، ما برای وطنمون می جنگیم. اگر کسی به مملکت شما تجاوز بکنه نمی جنگی؟ دفاع نمی کنی؟ ما به خاک شما تجاوز نکردیم. پس چه کردید؟ مگه با نیم باتالیون پیاده نظام و 4 کشتیتون دلحوزی، لورانس، پیراموس و جنو به بوشهر تجاوز نکردید و شهر بی دفاع ما رو اشغال نفرمودید؟ دولت ما با دولت قاجار ایران دوسته و هیچ وقت بریتانیا در صدد عداوت با ایرانی ها نبوده. آقای سیاستمدار و مبارز، خوب توجه کنید، اگر وطن شما تا به امروز زمیمه خاک همسایه شمالی شما نشده، فقط از ترس دولت پادشاهی بریتانیا بوده و بس. شما که باید بهتر درک کنید، باید بدونید که ما و سایر نظامیان انگلیسی دوستان واقعی شما هستیم. ولی افسوس، شما که با واسموس جاسوس آلمانی روابط حسنه دارید، چرا این گونه روابط رو با ما که به نفع ملت و میهن شما در کنارتون حضور داریم برقرار نمی کنید؟ آلمان ها چی به شما میدن غیر از وعده و وعید؟ سلام علیکم. چه تصادف خوبی. سلام سلام مهدی خان، شنیدم این محمد حسین خان با شما خیشی داره. بله همینطوره. جناب مهدی خان چطورین؟ احوال شریف؟ من از این خیشی شرم دارم، جای دیگه راحت نمیدم. بعد از این همه در دوزی تو بازار و گمرک که سیمه همه سجم بهت نمیذاره. وقتی هیچ کس بهت اعتماد و اطمینان نکنه، کجا بهتر از زیر بیرق اجنبی؟ گمشو بی شرم خائن.
اجنبی برای ما اجنبیه، هیچ فرقی نمیکنه، به خصوص که بخواد در امور داخلی مملکت ما دخالت بکنه. اون وقته که با همشون مبارزه میکنیم، با همشون. کافیه، به سوالات من جواب بده. رئیس علی دلواری با چند نفر میخواد به پوچه حمله کنم؟ پرسیدم چند نفر تا به حال به اون قول مساعدت دادن. زائر خزرخان با 2000 سوار خیال داره به رئیس علی یاری بده، این درسته؟ اینو که میدونی؟ نمیدونم. تیجه دوست و یار نزدیک رئیس علی هیچ اطلاعی نداره به ما بده. ها خوبه، طبیعیه، آشوب طلب ها کی حمله میکنن؟ اگه اونا تو میهن خودشان آشوب طلب و بیگانه هن، پس منم در میهنم اینجا یک بیگانه و آشوب طلبم. جناب کنید ببریدش. سلام گتنو، خسته نباشی. سلام گتنو، حاله چطور؟ چرا انقدر اوقات تلخه؟ معلوم نیه امروز کدوم دنده پا شده. نگاش کن. سلام گتنو، با زهره ما رو آوردی؟ چه بد اخلاق شدی، برو امروز باید چوکی نمی کنم تا دلت بسوزه. آقا مهتی گتنو اومد. دسته، حضور، بسیار خوب، حالا هر کس بره سر کشیش خودش. کاغذ می داده بدم. یه کاغذ بهت می دم. بده به زاقی. بیا. خیال کردی نوبرش آوردی؟ چهه چهه با یه من اصلا نمیشه خورده. معلوم نی داره در کجه پر سر ما خالی میکنی. تو نچخه. آجی گتانو رو آبه بیاد بالا. بگو تا بیادش. سلام. 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 علیکه سلام. حالت چطوره؟ خوب. بفرما. بیا ناخدا، آقا مهتی از زندون براتون نامه داده. حالش چطور بود؟ باکیش که نبود. والا آقا مهتی همیشه میخنده، معلوم نیست کی خوبه کی بده. ناخدا، تو نامه چی نوشته بود که اینطور تو هم رفتی؟ دو کلم نوشته، اما این دو کلم آدم آتیش میزنه. چی ناخدا؟ نوشته که قراب انگلیسی پیراموس قراره بیاد بوشهر و اونام تبعیدی و زندونی این قرابن. حالا تبعید به کجا کسی نمیدونه. احرارو میخوان تبعید کنن، اون وقت ما دست رو دست گذاشتیم. آقا دهدشتی میدونی کیست و کاندارشه؟ پسر زائر محب بوشهری، ناخدا غلامش میگن. Thank you.
چه وضعی اینجا؟ نماینده جنرال ساکس که حکم جدید انتصاب من رو می آورد جلوی چشمهای شما به گلوله بسته میشه و کشته میشه. به علاوه چند روز پیش ماژور اولیفانت و کپتن رنکینگ در سبزآباد کشته میشوند. شرم آوری! این وضع قابل تحمل نیست. مستر مگریچ، یسر، فوراً تلگراف بزنید که ماژور به دست شورشیان کشته شده. توضیحی را لازم میدونی سر؟ بدون هیچ توضیحی. یسر. و اما شما خیلی سریع باید زندانی ها رو آماده کنید برای انتقال به کشتی. کپتن. یسر. از جانب من به ناخدا بگید فوراً قراب رو آماده کنید. اطاعت سر. راستشو بخوای ناخدا غلام، یه کار مهمتر دیگه دارم که سر و کارم به دست توه. هر کاری از دست من بر بیاد برات میکنم. چی بهتر از تو ناخدا؟ قراب شما بعد از اینجا کجا میخواد بره ناخدا؟ نمیدونم. نمیدونی یا نمیخوای بگی؟ خب نکو. از کجا اومدین؟ از اون طرف آب بسره. چرا اومدین بوشهر؟ یا نکنه اینم نمیدونی که چرا اومدین بوشهر؟ نمیفهمم این سوالا چیه که از من میکنی؟ یکم حوصله کن ناخدا، برات میگم. میخوان یه عده از احرار و جوونای این دیارو که استخونای نهضت این بندرن با غراب شما از اینجا ببرنشون. کجا ببرم؟ غربت. کجای غربت باشه من نمیدونم، ولی تو میدونی. اشتباه میکنی ناخدا. ناخدا من اشتباه میکنم؟ اگه من نفهمم که قراب خالی برای چی از بسته اومده بوشه، دیگه به چه درد میخورم ناخدا؟ ما قراره بریم هند. هند؟ نکنه تبعیدگاه احرار بوشهر هنده؟ من از این چیزایی که تو میگی اصلا خبر ندارم. میدونی که من فقط سکاندار این قرابم، همینو بس. عمو بی زحمت برای ما چای بیار. این قلیونت هم عوضش کن. ببرش. ناخدا، میخوام یه چیزی بهت بگم. دلم میخواد که رومو پس نزنی. بگو. مردم اینجا خاطره خوبی از پدرت و زائر محب دارن. هنوز که هنوزه این مردم قصه زائر محب و تو دریا و تو خشکی برای همدیگه تعریف میکنن. میفهمی؟ من میخوام، ما میخوایم زندونیا رو نجات بدیم. ناخدا، میخوای از قراب بیرونم کنم؟ تو خودت که فرنگی ها رو خوب میشناسی، میخوای زندگی زن و بچه هامو به خطر بندازم؟ خب دیگه ما رفتیم، خداحافظ. بیامو، پول چای تو بگیر. ناخدا غلام، ناخدا، سب کن. ناخدا غلام، آخه اگه تو نخوای کمک کنی، کی باید بکنه؟ به خیالت که این فرنگی ها لیاقت دارن؟ برای همین بی لیاقت ها، من تو این دریا یه پامو از دست دادم. اون روزی که این انگلیس ها پدر زائر محب تو همین ساحل دفن کردن کسی یادش نرفته. هنوز تو بوشهر اسم زائر محب و هر کی میشنوه قلبش میلرزه. دلم میخواست از خودت مایه بذاری ناخدا. نمیدونم جواب تو چی بدم. جواب منو نمیخواد بدی، جواب مردم بوشهر رو بده. مهدی رو میشناسی یا نه؟ نه، اسم آوازش رو شنفتم اما ندیدمش.
اونم گرفتن از احرار بندره، میخوان تبعیدش کنن. اگه خون بوشهری تو رگاته، باید به فکر آزاد کردن اونا باشی. تو میتونی. ببین، من خودم یتیمی کشیدم، درد یتیمی رو میدونم. دیگه نمیخوام بچه هم به سر روشت بچگی خودم دوچار بشن. میفهم اینا خدا؟ ما رفتیم. تمام احرار رو از آقا مهدی گرفته تا بقیه نظمیه چی ها تحویل افسرهای انگلیسی دادن. انگلیسی هم اونا رو موقتا به محل کنسولگری بردن. الان هم اونجا هستن. پس معلوم شد که تبعیدشون با کشتی تو همین یکی دو روز انجام میگیره. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. خوش آمدی زاغی. چه خبر آوردی ناخدا؟ همین امروز ما با ناخدا غلام آخرین کلوممون رو رد و بدل کردیم. خوش خبر باشی. قول همکاری ازش گرفتی؟ نه حاجی، نتونستم راضیش کنم. گتانا حتما خبرها رو بهت داده. احرار بردن کنسولگری، یعنی تبعیدشون فوریه. دیگه نمیشه دست رو دست گذاشت. اونم موقعی که رئیس علی داره تدارک حمله به بوشه رو میبینه. ما نباید بگذاریم آقا مهدی و احرار رو ببرن. با چنگ و دندون باید از این کار جلوگیری کنیم. مردم باید در این امر مهم به ما کمک کنن تا این هسته مرکزی مبارزه مردم بوشهر حذف نشه. اگه مهدی تو بوشهر نباشه، انگلیس‌ها موقع حمله رئیس علی خیالشون از داخل شهر جمع میشه. پس هر بوشهری وظیفه داره جلوی تبعید احرار رو بگیره. حاج آقا، من نظر شما رو محله به محله پخش میکنم. اهمیت مطالبی رو که بهت گفتم بهشون گوشزد کن تا مردم مصمم‌تر حرکت کنن. اوضاع غیر عادیه، باید فکری کرد. لحظه به لحظه بیشتر میشه. مانوچ، به کوتول امارا به شخص جنرال ساکس تلگرام کن و کمک بخواد. یس سر. به فرمانده گارد اطلاع بده برای سرکوب هر نوع شورش آماده بشه. خدای کوچیک من، برو تو بغل مادرت، بابات سفر پیش داره. چرا اسم بچه تو معلوم نمی کنی؟ دلت میخواد بچه‌ت بی اسم و نشون بمونه؟ اسمشو گذاشتم نامدار. زبیده. نامدار؟ قشنگه. ممنونتم زبیده. به ظاهر محمد بگو حالا وقتشه، دلواریا باید خودشونو برسونن. آقای مجید حواست به ننت و برادرت باشه ها. برو. بچه همو سپردن دسته، اول خدا بعدم تو. غلامتم. هم کنیز خودت هم بچه هات. Quickly! Afeshin! Afeshin! Darin pe karatun! Agas turatun si shudin! Thank you.
سخته نکن. گو تو دل افتان. آرامی. را آواز کنین. زده به سرتون. گامشین، گامشین. بیایید داخل کنسولخانه، برای شما امنه. نه، جرأت نمی کنم. میرم اونجا ببینم چه خبره. شب دار. مگه نشنیدین چی گفتم؟ میخواین دستگو رو تیر بگیرم؟ درین گمشین! 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 Gomshin! Quickly! Quickly! Move! Move! برای بیکارتون متفرق باشید. شما آفشین چی هستی؟ نوکر مردم یا اجنبی؟ آفه میشین یا بدم ببندنتون رو تیر آستر رو بری کنار. این گمشین میدم خوابت رو بکشن. گمشین گمشین وگر نمیدم تو باز رو تون شد میکنم. اگه این که آفه نشه من رفتی نوکر اجنبی ملمون نوکر اجنبی. بیا پایین، بیا پایین خواهد به جایی که کنار مردمت باشی و با اجنبی بچنگی بروی خودی از مه میکشی. خواهد اجنبی خواهد بیا پایین، بیا پایین تا مردم حق کسی بزرگ کرد. برین کنار افتم از سر رام. برین کنار متفرده باشی. بگو تیر بندستن، بگو مردم همه خوشن. بگم شی چرا مهتری شلیک کن. شلیک کن. بیا پایین. تو همه تو رو نکشتم. مطلع چی هستین؟ میخواین بدن بازداشتتون کنن؟ مگه نمیشتبین؟ برین خونه هاتون. مگه با شما نیستم؟ تو چرا نمیری توی خونت؟ صدا تو ببر جاسوس. میری یا میخوای کشته بشین؟ با شما هم برین خونه هاتون. برین پی کارتون. با تو هستم. چرا اینجا باشتدی؟ چرا نمیری خونت؟ میری یا نمیرم. نمیری؟ بگو اربابات بیان فرمون آتیش بدن. برو گم شو. باشه. نه. نه. گمشین.
متفرق باشین. بریم به کارتون. گمشی سوار این جهاز کوچیک میکنن؟ با این ما رو میبرن سوار اون قراب میکنن که وسط درگاه. Come here. Come down. Come down. کاپتان، من سوکال نگر داشتم. شما برو استراحت کن. من خسته نیستم. شما برو به کابینت. صورتت هم بشور. سرعت خیلی زیاده. از 10 نات بیشتره. مهم نیست. دور موتور رو باید کم کنم. خیلی زیاده. گفتم مهم نیست. هرچی شما بفرمایید. با اجازه. آقا میتی کدوم یک از شماست؟ منم یک بوشهری هستم.
برای چی برای فرنگی ها کار میکنی؟ من فقط سکاندار قراب هستم. فرمانده قراب یا افسر انگلیسی. کپتن پو وسلین. من پسر زائر محب بوشهری هستم. مهدی منم ناخدا. اگه چیزی خواستین به من بگید. اگه میشه ما رو ببرین رو عرشه. اینجا هوا خیلی گرمه. بسیار خوب. پاشیم بریم رو عرشه. بیاین. بریم بچه. خدا غلام، اینا برای چی اومدن روی عرشه؟ برشون گردون تو انبار. هوای اونجا خیلی گرمه کاپیتان. من بهشون اجازه دادم. نه برن تو انبار. تو انبار. ایمن، ایمس گو داون. یس سر. گفتم برشون گردونم تو انبار. دیگه هم از این کارا نکنی. چرا نذاشتی رو عرشه بمونه؟ تو انبار هوا خیلی گرمه. تو مثل اینکه توجه نداری. جواب مسئولیت اینا رو کی میخواد بده؟ شاید بپرن تو آب خودکشی کنن. که این طور ناخدا به خاطر این کار میدم تیر بارونت کنم. از تو هم از اونایی ها؟ Thank you.
بساید. فایر! دلواریا به این قراب حمله کردن. اگه بخواییم میتونیم بیاییم بهشون کمک کنیم. حالا دیگه وقتشه. پس دستای ما رو بکن خدا. خودشون فدای ما کردن. حالا نوبت ماست. رئیس علی قرار سه روز دیگه به بوشهر حمله کنه. با همگی در کنارش میجنگیم و بوشهر رو آزاد میکنیم. Thank you.
قیچی کدوم یک از شماست؟ از هر طرف خرچنگ بار به سویش آمدن. چند تا نظامی ارتش امپراتوری انگلیس رو توی این شهر خراب شده اونم در زمان حکومت نظامی کشتن. میخواهند دستگیرش کنند چون یک فراری است. هر دو اجازه تیراندازی دارین، نه ایستاد بزنینش. میخواهند جانش را بگیرند چون به اتهام آزادی خواهی تحت تعقیب است. خیلی میترسم، آخه شهر شده آقا مهدی و آقا مهدی شده بوشهر برای مردم. مردم دوستش دارند و بیگانه از او متنفر. ما به دستور وسموس آلمانی یا هر خارجی دیگه نمی جنگیدیم، ما برای وطنمون می جنگیم. خود او از آرمانی می گوید که یک ملت به خاطرش برخواستند. قبل از اینکه اقدامات این افراد در بندر ریشه بگیره و تأثیر بگذاره، بایست فوراً دستگیر بشه. از سرفرماندهی قوای اشغالگر مستقر در جنوب کشور این دستور به همه جا مخابره شد. این مرد پرچمدار مبارزه با استعمار از نظر ما یک یاغی است. هرچه زودتر زنده یا مرده او را به کنسولگری دولت فخیمه تحویل دهید. از سر رام برو کنار. مرکیچه یه اجنبی بی احترامی به دختر من. و به اینسان بود که بیگانگان و مزدوران از هر سو حمله کردند. حمله خرچنگ ها. آشوب طلب ها کی حمله بکنن؟ اگه اونا تو میهن خودشون آشوب طلب و بیگانن، پس منم در میهنم اینجا یک بیگانه و آشوب طلبم جناب کلنل تریور. ببریدش. چه رها و چه در زنجیر، آزاد مردان مهر سکوت را می شکنند تا در این سرزمین نه عهدی بکسلد نه دلی از جور زمانه بشکند. باورم نمیشه که به این زودی تو رو در لباس سوگواری ببینم. پیرهن تو هم به رنگ شبه، باکی نیست که این تو. خدا به خاطر این کار میرم تیربارونت کنم. از تو هم از اونایی ها؟ حمله خرچنگ ها بیان گوشه ای از تاریخ است و تصویری از این تاریخ سازان. جهانبخش سلطانی، افسانه بایگان، محمد بانکی، عباس امیری مقدم، عنایت الله شفیعی، فریدون ابوزیا، عباس مختاری، هوشنگ تیموری، تورج نصر، توحید اسنانزاده، مسعود رحمانی. صدا تو ببر جاسوس. میری یا میخوای کشته بشی؟ به زودی از این تن کاشته در خاک هزاران جوانه میروید که تا مرگ دشمن از پای نمیشید. حمله خرچنگ ها. کارگردان پرویز تعییدی، مدیر فیلم برداری محمود کوشان، تهیه کنندگان محمد و اسقر بانکی، محصول سازمان سینمایی سپاهان. حمله خرچنگ ها. حمله خرچنگ ها برنامه امشب سینماهای تهران.